امنیت غذایی پایدار اولویت مهم دولت 13 رئیس جمهور در دومین نظارت ستادی خود از بدنه دولت این بار به وزارت جهاد کشاورزی رفت. رویکرد اصلی باید در اینجا حتما اصلاح الگوی کشت باشه. امنیت غذایی پایدار از موضوعات مهمی که رئیس دولت 13 مسئولیت مستقیم آن را بر عهده متولیان این وزارتخانه گذاشته. که بتونیم غذای سالم، با کیفیت، ارزان و با نگاه به خودکفایی و استقلال کشور داشته باشه. موضوعی که مدیریت، آمار و داده‌هایش از این اتاق بیرون می‌آید، رصدخانه کشاورزی ایران. اینجا با هدف رصد، پایش و نظارت تولیدات کشاورزی، دامپروری و تمام زنجیره تولید بخش کشاورزی از مزرع تا سفره راه‌اندازی شده. این هم در واسطه دولت الکترونیکه. در این رصدخانه تمام عملیات‌های کاشت، داشت و برداشت در مزارع، تولیدات در باغات، مزارع پرورش آبزیان و تولید مرغ از ابتدا تا انتهای زنجیره به تفکیک استان و شهرستان پایش و نظارت می شود. یعنی از مرغداری کاملا روی سامانه اینجا می دونه این مرغداری چقدر مرغ داره، تو کدوم کشتارگاه میره چقدر سر می شه، به کدوم بنکداری رفته، از اونجا چه فروشگاهی چقدر گرفته و مردم هم که می خواهد می تونه خود ملی اونجا سر مرد. 130 سامانه در وزارت جهاد کشاورزی وجود دارد که با این رصدخانه مدیریت یک پاچه ای در حوزه کشاورزی ایجاد می شود. بهمن ماه سال گذشته بود که رئیس جمهور در حاشیه بازدید از مناطق سیل‌زده کرمان خبر خوشی به کشاورزان داد. تولید زیر چتر کشاورزی قراردادی، یعنی کشاورز از قبل بداند چه بکارد و چه نکارد. مشکلی که تا کنون بوده این که کشاورزی ها با پیشبینی نبوده، پیشبینی های لازم میشه کشاورزی انجام شه. تمام کشاورزان از طریق دولتشون اعلام بشه که کالای مورد نیاز چیست، اونا همون رو کشاورزی کنن. حرکت دولت به سمت کشاورزی قراردادی و برقراری امنیت غذایی، یعنی هم حواسش به کشاورز است هم مصرف کننده. مدیریتی که بر پایه آمار دقیق و قابل دسترس از این رصدخانه برای همه کشاورزان خواهد بود.